22 مرداد ماه 1395 خورشیدی و 12 اوت 2016 میلادی. در 25 سالگشت ترور و قتل دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب، هفته پیش به بخشی از زمینه‌ها و عوامل ترور دکتر بختیار پرداختیم و اصل حرفمون درباره دولت بختیار و بعد فعالیت‌های او در خارج از ایران و فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی ایران در خارج از ایران موند برای امشب. برنامه امشب رو هم طبق معمول با پرده آخر می‌بندیم. خب دکتر شاپور بختیار از رهبران جبهه ملی ایران، از مخالفان حکومت محمد رضا شاه پهلوی، دقیق‌تر بگم به بیان خود دکتر بختیار مخالف استبداد سلطنتی بود. مخالف استبداد به طور کلی و استبداد سلطنتی به طور مشخص و چند بار زندانی شده بود در همون نظام. در 9 دی 1357 پیشنهاد شاه رو برای نخست وزیری پذیرفت. میگفت سه راه وجود داره. دلیلی که در واقع توضیح میداد چرایی پذیرش نخست وزیری رو از محمد رضا شاه پهلوی، میگفت سه راه وجود داره: یا خودتو بکشه کنار تو این وضعیت بحران انقلابی، بگی به من چه، یا بری با حکومت سازش کنی، با حکومتی که میخواد بیاد سر کار، یعنی با خمینی و اطرافیانش، یا پیشنهاد نخست وزیری رو بپذیری و سعی کنی جلوی دیکتاتوری دیگر رو بگیری. جبهه ملی ایران با حکومت برآمده از انقلاب 57 سازش کرد در اون آغاز و البته خودش هم قربانی همین حکومت شد و خمینی اصلا کل جبهه ملی رو مرتد خوند و اینها. و به محض اینکه دکتر بختیار نخست وزیری رو از دست شاه پذیرفت، از جبهه ملی اخراج شد در همون دی 57. دکتر بختیار شرط‌هایی هم گذاشت برای پذیرش نخست وزیری که شاه همه رو پذیرفت، از جمله انحلال ساواک، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی کامل مطبوعات و بیان و چند شرط دیگه که هفته پیش هم بهش پرداختیم. این هفته هم در خدمت آقای دکتر منوچهر رزمارا هستیم، وزیر بهداشت دولت دکتر بختیار و دوست قدیمی دکتر بختیار. آقای دکتر رزمارا، باز مزاحمتون شدیم، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای فلاحتی، درود بر شما. من در خدمتتون هستم. از دوست مشترک اون آقای نجاتی هم نهایت تشکر رو دارم که یه 20 دقیقه کار کردن که تصویر و صدا به حال قابل دیدن و شنیدن باشه. من خیلی خوشحالم آقای فلاحتی در خدمتتون هستم. درود بر شما. امشب البته آقای دکتر رزمارا رو ما از طریق اسکایپ داریم، به این دلیل خوبیه که یک مقداری مشکلات فنی داشتیم که حالا پیش میریم. آقای دکتر اجازه بفرمایید از همین مقطع پذیرش نخست وزیری و معرفی اعضای دولت دکتر بختیار که شما هم در آن شمار بودید به محمد رضا شاه پهلوی شروع کنیم. گفته میشود که شاه در حضور بختیار به عمرای ارتش میگه که در غیاب من دستور از بختیار بگیرید. بعد دکتر بختیار که از اون سالن خارج میشه، شاه به عمرای ارتش میگه از فردوست، از حسین فردوست دستور بگیرید. این نقل درسته آیه دکتر؟ و اگر درسته، شاه به بختیار مگه اعتماد نداشت؟ و چرا فردوست؟ آیه فلاحتی، کاملا درسته. این کاملا درسته و کاملا نشانگر اون است که شاه فقید با قبول با پیشنهاد نخست وزیری به شخص دکتر بختیار، اون صمیمیت و اون خلوص نیتی که لازمه نداشت. در دو مورد این مطلب کاملا به بنسه ظهور رسید. یکی در همین مطلب زمینه اون شورای که فرماندهان ارتش اونجا بودن، و اگر که تصویر اجازه بده، یک کتاب خیلی کوچیکی است که مثل برف آب میشویم. من اینو میتونم نشونتون بدم، الان آوردم براتون امروز. این محصل 30 ساعت مذاکرات شورای فرماندهان در همون خلال دی و بهمن، شبی که فرداش شاه فقید از مملکت خارج بخواستن بشن، تمام فرماندهان رو احضار میکنن با حضور نخست وزیر. بعد از مسائل کلی از نقطه نظر امنیت و از نقطه نظر وظایف
نیروهای مسلح، شاه فقید رو میکنه به فرماندهان و میگه در غیاب من دستور از نخست وزیر میگیری. وقتی که این مذاکرات تموم میشه، نخست وزیر از پادشاه اجازه میگیره و مرخص میشه. فرماندهان هم که میخوان بلندشن، شاه اشاره میکنه که بشینه. در غیبت نخست وزیر به فرماندهان میگه در غیبت من دستور از تیمسار فردوست بگیر. این آقای فلاحتی یک حقیقتی است. لااقل دو نفر از کسانی که اونجا بودن که در این دار دنیا نیستن این مطلب رو به من گفتن، به اضافه کسانی که در جمع بود، در جمع به این مطالب بودن، اینها عرض کنم که این مطلب رو به من گفتن. این کاملا نشون داده میشه که به هیچ عنوانی شاه فقید، اولا کاملا روشن بود، ایشون هیچ با میل و رغبتی بختیار رو دعوت به نخست وزیری نکرد، روی اجبار زمان بود. ولی به هیچ عنوانی با خصایصی که شاه فقید داشتن اصلا و ابدا با چنین دولتی نمیتونستن به اصطلاح نظر خوب داشته باشن، برای اینکه تمام شرایط بختیار رو شاه قبول کرد بود، از جمله انتخاب وزرا، از جمله اینه که تمام مفاد قانون اساسی انجام بشه، همین مطالبی که خودتون خب آقای دکتر رزمارا ببینید، شما فرمودید یک شب قبل از اینکه، اگه من درست فهمیده باشم، یک شب قبل از اینکه شاه از کشور خارج بشن، یعنی 25 دی ماه میشود، 26 میشون خارج شدن برای بله. شبش میشود 25 دی ماه. حالا ببینید، از 25 دی تا 22 بهمن کمتر از یک ماهه و غیر از تلاش فردوست برای اینکه ارتش رو با همکاری جنرال هایزر آمریکایی در واقع فلج بکنه و ارتش اعلام بی‌طرفی بکنه، غیر از این موضوع خیلی سریع ارتش بود حسین فردوست همکاری کرد با حکومت برآمده از انقلاب، هرچند که ایشون رئیس بازرسی شاهنشاهی بود سالها و خب فامیل شاه بود، از در واقع از بچگی دوست شاه بود و همکلاس شاه بود و به همین دلیل شاه اعتماد شخصی بهش داشت، ولی در واقع زمینگیر کردن نظام پادشاهی لااقل در چند ماه آخر و به ویژه در برآمد انقلاب 57 نقش چشمگیری داشت. سوال مشخص من این است که چگونه می شود که شاه فردوس رو مطلقا نه تنها نمی شناخت، یواشکی به فرماندهان ارتش می گفت که از او دستور بگیرید، کسی که داشت در واقع نظام پادشاهی رو تحویل حکومت روحانیون میداد. آقای فلاحتی، این اولین و آخرین اشتباه شاه فقید نبود. ایشون در اطرافش آدمای ناصحیح و ناسالمی داشتن و این بلایی که سر مملکت آمد و سر خودشون آمد به همین علت بود. من خدمتتون یه مطلبی عرض کنم، چون این دقیقاً به علت وضع فامیلیه که به خصوص که من داشتم و برادرانم به حال در رده بالای ارتش بودن، یک روزی در دانشکده افسری که اون موقع ولایت عهد یعنی محمد رضا شاه در دانشکده افسری بودن، شادروان رضا شاه همیشه بعد از غروب ها می رفتن برای اون مراسم شامگاه در دانشکده افسری که روبروی قصر به اصطلاح سلطنتی بود. اونجا دانشجوها وقتی که رژه میرن میبینه فردوس داره رژه میده، چون او کاملا پی برده بود که این آدم چه کسی. سالا بعد خدمتتون میگم به چه دلیل میگه این با یه کلمه خیلی طبق اون روال صحبت رضا شاه میگه اینه بندازینش بیرون. آقای فلاحتی، ولیعهد اون روز یک هفته اعتصاب قضا میکنه برای برگردوندن این آدم. توجه کردید؟ این آدم اون کرمی بود که در داخل میوه عوامل انتلیجنس سرویس در اون مدرسه سوئیس روزه دو نفر داشتن، یکی این
از اون موقع فردوس بود که در انفعال جوانی بود همسن محمد رضا، و بعدم یکی دیگه پسر یه باغبونی که اون باغبون هم عرض کنم که عضو انتلیجنس سرویس بود، اون آدمی بود که به نام ارنست پرون با شاه آمد در ایران. این دو نفر از محارم نزدیک شاه فقید بوده و رضا شاه کاملا پی برده بود و خواسته بود هر دوتای اینا رو از دربار برونه که برخورد کرد به مقاومت فرزندش ولیعهد. این آقای فلاحتی، این بدبختی است که شاه فقید اون چه که به سرشون آمد ضمن مسائل دیگری، به خاطر اینکه در اطرافشون بسیار آدمای ناساله، بسیار آدمای مشکوکی بودن. ببینید آقای دکتر ازمارا، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. خب خیلی هم نمیشه گذاشت به حساب تصادفه یا مثلا ناگاهی مطلق. ببینید من منظورم این است که میخوام اشاره کنم، چون شما اطلاع خیلی بیشتری دارید طبیعتا، من فقط طرح سوال میکنم که این قسمت هم روشن بشه در ارتباط با همین ارتش و ارتشیان که صحبت میکنیم. ببینید تیمسار فریدون جم، رئیس ستاد ارتش قبل از انقلاب که سال 52 بازنشسته شده، من این توضیح کوتاه رو میدم که برای بینندگان شما میدانید، سال 52 ایشون بازنشسته شده بود، البته یه دوره‌ای بعداً به سفارت در اسپانیا فرستاده شد چون اختلاف با شاه داشت بر سر اینکه همون موقعی که رئیس ستاد ارتش بود اختلاف داشت بر سر اختیارات، که میگفت باید اختیاراتی داشته باشد کسی که در این سمت قرار میگیره. حالا میگم چگونه. دکتر بختیار او رو معرفی میکنه برای، و سه بار این اتفاق میفته، برای کابینه به عنوان وزیر دفاعش. او باز همین شرایط رو میذاره برای شاه، یعنی میگه من باید اختیارات داشته باشم، شاه نمیپذیره و هر سه بار رد میکنه. این اختلافی بود که عرض کردم قبلا هم تیمسار جم با شاه داشت، و اینو فقط اضافه بکنم که تیمسار فریدون جم آدم بسیار باسوادی بود، از عمرای ارتش بود که چند زبان رو به خوبی میدونست، ترجمه های چندی داشت از جمله ترجمه های ادبی داشت که، و حتی شعرهای مثلا فریدون توللی رو به اسپانیایی ترجمه کرده بود. آدم اهل فکری هم بود. باری تیمسار جم از کسانی بود که مخالف اعلام بیطرفی ارتش هم بود. باری محمد رضا شاه او رو نپذیرفت، در واقع گفت نه، اینو به عنوان وزیر دفاع من نمیپذیرم و اختیاراتی که میگه اصلا بی‌معنیست و اینها. و خب به هر حال پرسشم این است که آیه دکتر رزمارای گرامی، آمریکا جنرال هایزر رو فرستاد به ایران و میدانیم که در اعلام بیطرفی ارتش نقش داشت جنرال هایزر، و این اصلا در اسناد هم هست، اسنادی که هم در موزه ملی بریتانیا و هم در آمریکا منتشر شده است، که بدون اطلاع شاه و بختیار جنرال هایزر رفت ایران برای فلج کردن ارتش، برای قانع کردن عمرای ارتش به اعلام بی‌طرفی. این قاعدتا این نتیجه رو به بنده میدهد که با اطلاع بازرگان و خمینی رفته بود جنرال هایزر به ایران و برای جلوگیری از حمایت احتمالی ارتش از دولت بختیار. یعنی خلاصش این می شود که دولت آمریکا با خمینی توافق کرده بود سر مسئله فلج کردن ارتش. چه بود ماجرای تیمسار فریدون جم، شاه و بختیار؟ ببین آقای فلاحتی، این مطالبی گفتید کاملا یه حقایق واقعا تلخه که وجود داره. ضربه دومی که بختیار خورد بعد از اخراج از جبهه ملی و بعد از اون خنجری که جبهه ملی به پشت بختیار زد، ضربه دومی که دولت بختیار به بختیار خورد همین مطلب بود که تیمسار جم سمت وزارت دفاع رو قبول نکرد. بختیار از جم دعوت کرد بود بیاد، ولی اینکه همطور که شما گفتید یکی از نوادر عمرای تحصیل کرده ارتش بود، آدمی بود خیلی خیلی از دوتای نظر فن نظامی به هر حال یه آدم بسیار با فرهنگ با سوادی بود، همونطوری که خودتون اشاره کردید. ایشون وقتی که میاد اول شرفیاب میشه حضور پادشاه و پادشاه خیلی سرد ایشون رو پذیرایی میکنه و حتی به ایشون میگه جم، وقتی میگه که من شرفیاب شدم حضورتون و آمدم اینجا برای اوامرتون،
این شاه بهش میگه، میگه من از شما نخواستم بیاد، بختیاری که شما رو خواسته بیاد. و بعد تیمسار جمع همینطوری که گفتی پیشنهادش این بود که واقعا فرمانده ارتش بشه، یعنی در حقیقت رئیس کل ستاد ارتش، همون کاری که دادن به اون، بعد با تبانی اون خائن فردوس به اون خائن دیگر قره‌باغی. این اون مطلبی بود که اتفاق افتاد. و وقتی که جم دید که به این ترتیبه که پادشاه شرایطش قبول نمیکنه، او هم وزارت جنگ رو که گفتش که وزارت جنگ اصلا مسئولیتی نداره. و بعدم آقای فلاتی یه چیز خدمتتون بگم، یکی از بلاهایی که سر ایران آمد اون این بود، اصلا اون مطلبی که تیمسار جم مجبور شد در 52 استعفا بده بره و تقریبا تبعیدش کردن به اسپانیا با پست سفارت کبرا، به این خاطر بود که تمام فرماندهان ارتش، یعنی فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی هوایی و فرماندهان دیگه در رده‌های حتی پایین‌تر، اینا از بالای کله تیمسار جم مستقیم با خود شاه تماس بگیرن. و این امر نمیتونست به سر و سامانی یک واقعا سازمان صحیحی در ارتش ایجاد بکنه. حالا به هر حال در به همین دلیل بود که تیمسار جم قبول نکرد. و وقتی که از پهلوی شاه آمد بیرون، به بختیار گفت که نه، در این شرایط من نمیپذیرم. ولی از این که قبلا اینا با بازرگان یا با اشخاص دیگری ملاقات داشته باشن امکان داره، ولی من نمیدونم. اون چی که من میدونم اون اینست که جنرال هایزر که آمد در ایران با تمام این مراجع که منتظر فرصت بودن، این روحانیون و این ملی مذهبی ها و اینا، به طور مسلم با بازرگان و با فردوس اینا هایزر تماس گرفت و اون بساطی که منجر شد به اعلان بیطرفی ارتش روز 22 بهمن، چکیده فعالیت های هایزر بود با فردوس و قره‌باغی و حتما با بازرگان و عواملی که اون روز به اصطلاح فعالیت می کردن برای موفقیت انقلاب اسلامی. بله، تیمسار قره‌باغی رئیس ستاد ارتش شد در دولت بختیار و اعلامیه بیطرف. بختیار نمیخواست که قره‌باغی رئیس ستاد بشه. بختیار فکر میکرد که بهترین کسی که برای این پست هست، وقتی که جم قبول نکرد ارتش بود، سپه بود بدرعی بود، یا سپه بود بدرعی یا سپه بود مهدی رحیمی. حتی خسروداد متأ، چون خسروداد درجهش خیلی پایین‌تر بود، سرلشکر بود، ولی به هر حال بختیار به هیچ عنوانی موافقتی نداشت با اینکه. بله، خب به هر حال ببینید، حالا در همون فرصت کوتاه 37 روزه این حالا محدودیت‌ها و فشارها بر دولت بختیار، شما فرمودین شرایط و موقعیت انقلابی هم در جامعه وجود داره، خیلی چیزا غیر قابل پیش بینی، همه چیز در واقع. پرسش هم این است که هیئت دولت آقای دکتر رزمارا چگونه کار میکرد؟ اصلا تو اون اوضاع هیئت دولتی به معنای دقیق کلمه وجود داشت؟ امکان جلسه گذاشتن و بحث بود؟ اصلا برنامه ای بود که روی برنامه ها بشود کار کرد و گزارش مثلا کار وجود داشت اصلا؟ کاملا ما 5 جلسه هیئت دولت داشتیم، متعدد مراتب، به حدی وضع متشنج بود، به حدی آشفته بود که فقط و فقط مطلب روزمره و برنامه های روزمره مطرح میشد. موج اعتصابات تمام مملکت رو گرفته بود، همه امور مملکت فلج شده بود، مختل شده بود، سوخت نبود، بانک ها بسته بودن برای تغذیه گرفتاری بود. من در قسمت خودم داروخانه ها دارو نداشتن، طلبی که داروخانه ها ماها از دولت داشتن پرداخت نشده بود. اینها گرفتاری بود که
در این 5 جلسه هیئت دولت ما باش روبرو بودیم و در اونجا مذاکره بود و در اونجا 1-2 مرتبه راجع به وضع مملکت و راجع به موضع ارتش تمام اینا صحبت شد، خیلی بحث‌های مفصل شد و در حضور شادروان تیمسار ارتش بود شفقت که وزیر جنگ بود و تنها کسی بود که بین عمرها اون اسمش رو خط زد و اسمش زیر پای زیر اون بیانیه بی‌طرفی ارتش نبود. این آقای فلاحتی وضع ما در اونجا بود و بعدم 1 جلسه تموم به خاطر آمدن خمینی بود، بستن مهرآباد بود و باز شدنش به اجبار. ببینید قبل از اینکه آقای خمینی بیاد ایران، همون موقعی که شما میفرمایید که تو همون 3 روز دولت بختیار، همون جلساتی که شما میفرمایید، اون موقع در ضمن خمینی در نوفلو شاتو بود در خونه پاریس و دکتر بختیار از شما خواست که برید خمینی رو ببینید، برید فرانسه. تصحیح بکنم و چون دفعه پیشم گفتید من نمایندگی نبود، من همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم برای گذروندن تعطیلات کریسمس، عید نوئل که خانومم و فرزندانم اینجا بودن، روز 29 دسامبر 1978 من از خودم آمدم به پاریس. وقتی که می آمدم به پاریس، یعنی اونیم قبل از انقلاب. بله. بختیار یه مقداری همچین به اصطلاح گلگی میکرد که در این موقع به خصوص که به هر حال مطالبی جریاناتی هست و اینا، تو کجا داری میری؟ که من بهشون گفتم که من میرم برای به هر حال این تعطیلات نوئل، هر موقعی که شما تلفن بکنید من میام. من روز 22 دسامبر، این تاریخ ها رو توجه بفرمایید، 22 دسامبر 1978 وارد پاریس شدم. عید کریسمس رو با خانومم و فرزندانم گذروندم. روز صبح 29 دسامبر 1978 بختیار از تهران به من تلفن کرد که تو باید فوری بیای اینجا. که گفت بعد از جریاناتی که اتفاق افتاد و مطلب سجابی آمد و اخراج من از جبهه ملی بود و اینها، و شادروان اون موقع که هنوز زنده بودن، دکتر صدیقی هم به هر حال موفق نشدن یا نتوانستن یا نخواستن، به هر حال شرایطی داشتن که پادشاه قبول نکردن، خود من دولت رو تشکیل میدم و تو باید بیای اینجا به خاطری که به هر حال یکی از کسانی که به حال مسئولیتی خواهی داشت اینه. ولی اینه گفت و اینه استدعا میکنم توجه، نمایندگی نبود، گفت اگر میتونی برو به نفروشتو این پیرمرد رو اونجا ببین. این بود که من روز 30 دسامبر 1978 رفتم به نفروشتو. طبق اون چی که دفعه پیش خدمتتون گفتم که دیگه وقت نگیرم، اگه بخواد بازم بگم، رفتم نفروشتو و خمینی رو اونجا در حدود 20-25 دقیقه دیدم و اون مطالبی که قبلا گفتم با او صحبت کردم. این مطلبی بود. ببین 30 دسامبر 1978 آقای دکتر رزمارو میشود 9 دی 1357. من 29 دسامبر رفتم به 30 دسامبر 1978 رفتم به نفروشتو. خب بله دیگه، میشه 9 دی 1357، یعنی درست همون روزی که بختیار فرمان نخست وزیری رو بله پذیرفته بود. این نمایندگی نبود، ولی من گفت که خب شما رفتید و بعد یه بار تیتروار خواهش کنم کوتاه بفرمایید که چه گفت که یادآوری بشه، بعد بپردازم به اینکه ازتون بپرسم چون شما برگشتید ایران. جانم من با اشکالاتی که اونجا دیدم و دیدم که اون جمعیتی که اونجا هست، متوسل شدم به یه آقای که آیت الله اشراقی میگفتن داماد خمینی بود، که گفتم به چه علتی ایشون منو شناخته اینا. خیلی سریع گفتش که من به حال ترتیب کارو میدم و 5-6 دقیقه بعد از اینکه من با او صحبت کردم رفتیم پایین. اون منزل پایینی بود که منزل خیلی معمولی محقری بود، خمینی اونجا بود. عرض کنم که من تنها هم نبودم،
یک کسی پسر یکی از اعضای جبهه ملی به نام فرهنگ قاسمی با من بود، یه تیمسار صدفتی با من بود و کسانی که آمدن اونجا نشستن، قطبزاده آمد نشست، اون آخوند جلاد قفاری آمد نشست، مثل اینکه یزدی هم آمد نشست. در اونجا عرض کنم که من شروع کردم به صحبت، خیلی با احترام اینا گفتم که آیت الله، البته اینا اطلاع داشتن چون صورت لیست دولت بختیار اون روز توی روزنامه لوموند اونجا بود. من گفتم که حضرت آیت الله، من شب بایستی که برم به تهران و در وضع موجود و این آشفتگی ها اونجا هست و آیت الله قراره که تشریف بیاری و به احتمال شاه هم این جوری که استنباط میشه از مملکت به حال برای یه مدتی خواهد رفت یا همیشه خواهد رفت، خواستم ببینم که نظر حضرت آیت الله راجع به این وضع چه. که ایشون اینو گفتن، گفتن هیچ نگران نباشید، من دستوراتمو دادم و تمام تصمیمات گرفته شده و هیچ جایی نگران نیست. حالا بر میگردیم آقای دکتر رزمورا به این سخنی، سخن بسیار مهمی است که خوب شد تاریخو الان دوباره دقیق تطبیق کردیم. نهده همون روزی که بختیار فرمان نخست وزیر قبول کرد نخست وزیری رو، همون روز خمینی چون این سخنی به شما میگه، بعد شما در تهران با آیت الله بهشتی دیدار میکنید و او هم درست همین سخن همین سخن خمینی رو به شما میگه. هفته پیش شما فرمودین این رو. ببینین حالا میگم بر میگردیم به این موضوع که اصلا ارزیابی شما و بختیار با توجه به اینکه این سخنهای صریح رو شنیدین و چگونه بوده است به هر حال در پیشرفت کار، بذارین من قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، همین داریم در واقع کرونولوژیکال زمان بندی شده پیش میریم، همینجوری حفظش بکنیم که فرصت هم از دست ندیم. ببینین قبل از اینکه خمینی بیاد ایران در 12 بهمن، بحث شما میکردین همچون که اشاره کردین، خیلی ها این سوال میکنن، بحث میکردین در باره چگونگی آمدن خمینی و اینها، خیلی ها این سوال میکنن که چرا هواپیمای حامل خمینی رو بختیار سرنگون نکرد. خود دکتر بختیار بعد از ترک ایران در این باره توضیح میده، بشنویم برمیگردیم خدمت شما. های دکتر، دو موضوع مرا وادار کرد که خمینی را به ایران بپذیرم، یکی راه دیگری نبود، راه یکی بود فقط، که وقتی که از سرحد غرب وارد می شد بنده به ربیعی بگم تیارشو بزنیم، هیچ راه دیگری نبود. اون وقت اجازه بود، اون وقت یک راه داشت و اون این بود، من حساب همه چیز کرده بودم. وقتی هم خواستم به پاریس بیام، خیال نکنید برای دیدن قیافه منحوس ایشان بود، برای اون که بنشینم پشت میز و او را از اون حالت الوهیتی که خودش بر از خودش درست کرده بود بکشمش مابین دو ایرانی که با هم حرف میزنند، به شرط اینکه البته او ایرانی تلقی بشه. و اگر که این را به کنار بگذارید، حالا چرا این کار را من نکردم، حالا از نظر انسانی، از نظر حقوق بشر، از نظر اینها، خب من این کار البته نیستم، ولی دلیل دیگری داشت از همه مهمتر. 72 عرب با اختلاف عقیدتی یا چی در یک صحرای در کربلا کشته شد. ما هنوز 1400 سال تو سر مغز هم میزنیم و میگیم که ایداد ایداد. شما می دیدید که این مهدی که منتظرش هستن می گفتن همین بود داشت می آمد و این پسر شمر که من باشم زد بیرون شد. آقای دکتر رزمورا، هیچ وقت در این باره با دکتر بختیار صحبت نکردین که مثلا تشویقش کنید این کار بکنید، یا اینکه مثلا باهاش مشورت بکنید، یا مثلا از این کار به هر حال دورش بکنید، یا تو کابینه تو همون 5 جلسه ای که میگه صحبتی در این باره نشد که مثلا هواپیمای حامل خمینی رو بزنیم؟ به هیچ عنوان. من شخصا چون وقتی اول که ببینید بهترین جوابی که لازم بود که بینندگان و شنوندگانتون از دهن واقعا شخصی که
به هر حال در اون شرایط صاحب واقعا اون موقعیت بود بشنوم. ولی مطلب که من برای شما بگم اینه که اولا حتی وقتی که دولت دستور داد مهرآباد رو ببندن 12 ساعت، دیدید که عکس العملی که در تهران میلیون ها آمدن بیرون داشتن میکندن خیابونا رو چی شد، و بعدم دولت دستور بده هواپیمای ایرفرانس رو بزنن. و من حالا یه چیزی به شما بگم آقای فلاحتی، شاید اینو تا کنون نمیدید، میدونید که 2-3 تا جنگنده F-16 امریکا هواپیمای ایرفرانس رو همراهی میکردن که سالم برسه؟ اینا مطالبی است که شناخت صحبتش خیلی کم شده. شو فکر بکنید، حتی من فقط اونجایی که پای من واز شد و قبل از بعد از ظهرش که هیئت دولت بود، از ایرفرانس به من تلفن کردن، چون به هر حال به علت این روابطی که من با فرانسوی و فرانسه داشتم و اینا، از من پرسیدن که آیا دولت دکتر بختیار امنیت این هواپیما رو تضمین میکنه؟ من بهشون گفتم طبق اون چه که عرف بین المللی هست، این هواپیما در فضای هوایی ایران به هر حال امنیت خواهد داشت و از طرف دولت در این ماجرا دخالتی نخواهد شد. این اونجایی بودش که از من سوال کرده، ولی بهترین جواب رو الان بختیار به شما داد. و بعدم آقای فلاحتی، دولتی که دستور داد به نیروی هوایی بعد از اون ماجرای کمدی همافرا که اون کارخونه و اون مهمات سازی مسلسل سازی نیروی هوایی رو بمباران کنن و نکردن، توجه کردی؟ میرفتن هواپیمای ایرفرانس رو میزدن، میشد که دولت ایران هواپیمای ایرفرانس رو بزنه. اینا قربون یه مطالبی است که حالا اون کسانی که خوشنشین هستن و آمال آرزوهاشون به جای حقایق میگیرن این صحبت ها رو میکنن. بله. به نظر من بعد از صحبت های بختیار بهترین جواب بختیار داد. آقای دکتر رزمارا، تیر ماه 59 کودتای نوژه لو میره، طرح کودتای نوژه، کودتایی که تکیه داشت به یه عده از افسران نیروی هوایی ارتش و قرار بود از البته من اینجا به بینندگان میگم، اضافه من بعد از اون چیزی که آقای دکتر ازمارا گفتن، اینو کمدی همافرا گفتن، من یه دفعه اینجا گفتم نیروی هوایی ارتش این دو تا با هم قاطی نشه، کمدی همافرا که گفتن، استنباط بنده این است که حالا ایشون اگه من غلط گفته باشم ایشون میگن این است که منظور اعلام همبستگی همافرای نیروی هوایی بود با اون قسمت مسلسل سازی در بین میدان ژاله و نیروی هوایی با خمینی به عنوان رهبر انقلاب و ازش تبعیت میکنیم از این حرفا به هر حال. و بعد از اون اعلام حمایت هم بود که ارتش بود قره‌باغی که رئیس تا ارتش بود در واقع وا داد به قول خود ارتشیا، و بعد اعلامیه بی‌طرفی ارتش منتشر شد. به هر حال در کودتای نوژه نیروی هوایی ارتش قرار بود از پادگان شاهرخی همدان شروع بکنه، اقامتگاه خمینی و چند نقطه کلیدی رو بمباران کنه، رادیو تلویزیون اشغال کنه و مجلس رو. طرح کودتا رو خلاصه مطلب این است، حزب توده ایران لو میده به روحانیون حاکم و نتیجهش این میشود که 121 نفر از افسران نیروی هوایی ارتش به حکم رئیس شهری که حاکم شهر بود اعدام میشن. دکتر بختیار 3 هفته بعد از کودتای نوژه درباره عدم که دکتر بختیار در پاریس بود، درباره عدم دخالتش در اون کودتای نافرجام میگه، بشنویم برگردیم. وقتی آزادی بیان و قلم و گفتار نباشه و مردم روز به روز از نظر اقتصادی، اجتماعی، عدم امنیت در یک وضع بدتری قرار بگیرند، طغیان میکنند. این طغیان همیشه در جستجوی یک رهبر یا یک نقطه اتکاست. چون من این افتخار را دارم که همون طوری که با رژیم سابق مخالفت کردم، همون روز اول به آقای خمینی هم نگفتم، و از این روز که مردم تشخیص میدن که حرفایی که یک سال و نیم پیش من میزدم کاملا صحیح بوده. فلذا این طغیان ها و این عصیان ها به طور که فرنگی ها میگن پولاریزه میشه دور اسم من،
و الا من از نظر سازمانی با هیچ کدام از اینا ارتباط نداشتم. خب استنباط باز بنده این است، من اینو میگم برای اینکه سوالو باریک بکنیم خیلی، که خیلی دقیق صحبت میکنه دکتر بختیار اینجا، میگه ارتباط سازمانی با هیچ کدوم از اینا نداشتم، یعنی در سازماندهی کودتا نقشی نداشتم. آیا ارتباط بود یا نبود آقای دکتر رزمورا؟ کاملا ارتباط بود. این صحبت هایی هم که بختیار کرد به هیچ وقت نفی نمی کنه، چون میگه من رابطه سازمانی نداشتم. ببینید آقای فلاحتی، همون موقعی که روز اول فروردین 1358 پیامی که بختیار به ملت ایران داد از ارتش تجلیل کرد، و بعدم از همون زمان در همون چند روز دولت بختیار تعدادی از این فرماندهان ارتش واقعا خیلی گرایش پیدا کردن به نسبت به بختیار و احترام براش قائل بودن. از این نقطه نظر وقتی که این جنبش پایگاه شاهرخی به وجود آمد، اینها به اصطلاح قطب سیاسیشون، اون سمبل سیاسیشون بختیار انتخاب کردن و با او در تماس بودن 100%. و این صحبتی که بختیار میکنه که من ارتباط سازمانی نداشتم کلی میگه، میگه من ولی هدف کودتا این بود که در هدف کودتا این بود که هدف این کودتا این بود که این نظام واپسگرای خمینی رو نابود بکنن، و اگر و بعدم این و بعد دکتر بختیار رو بیارن ایران به عنوان بیاره بیارن ایران یا کسی دیگری بیاد، ولی لااقل ایران رو از این شقاقلوس، از این اختاپوسی که از این خفاشی که سایش به روی ایران شد جلوگیری بکنه. آقای دکتر رزمورا، بعضی از منابع جمهوری اسلامی میگن که این کودتا، این همون دادگاهیه که و تیمسار محققی، دادگاهی است که بعد از لو رفتن کودتا و در واقع در حضور رئیس شهری و صحبتایی است که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. ببینید رسانه های جمهوری اسلامی به طور مشخص میگن که این کودتا با حمایت خارجی میخواست انجام بشه که لو رفت. دکتر بختیار همون سال 59 سال کودتای نوژه میگه هیچ کمک مالی خود دکتر بختیار از هیچ کشور غربی نگرفته. اینو باز بشنویم برگردیم. خب ببینید هنوز بزنیم بشنویم برگردیم. من به هیچ وجه با هیچ دولت خارجی که به ایران حمله بکنه موافقت نخواهم کرد. من تا این ساعت میتوانم به جرأت بگویم که از ممالک مغرب زمین به هیچ وجه هیچ گونه کمک مالی و غیره نداشتم. ولی دوستانی در داخل ایران و بعضی ها در خارج ایران در این مدت به من یک کمک مالی کردن که به وسیله آن میتوانم فعلا زندگی بکنم و فعالیت سیاسی داشته باشم در ایران و خارج. خب ببینید این به این معناست که از کشور غیر غربی مثل عراق که خیلی صحبتش هست دکتر بختیار آیا کمک گرفته بود قبل از جنگ ایران و عراق؟ منظورمه اون موقع رادیو داشت دکتر بختیار در بغداد، رادیو بغداد، و میدونیم که بر اساس اسناد آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا در سال 1390، 5-6 سال پیش، بختیار از سال 58 با دولت تازه تأسیس صدام، صدام خودش تازه کودتا کرده بود، ارتباط داشت. ولی در دوره جنگ ایران و عراق دکتر بختیار چون نظر روشنی داشت درباره جنگ، قاعدتا نمیتونست در اون دوره با صدام حسین نزدیکی داشته باشه. نظر دکتر بختیار رو بشنویم برگردیم. خب نظر دکتر بختیار رو نداریم. خب داریم. عراق میخواست بیشتر از همه شر خمینی رو بکنه. اشتباه کرد که خمینی، ایران و خمینی دوتان، ولی وقتی به ایران حمله بکنه ایران یکی. هر ایرانی هر عقیده‌ای داشته باشه دیگه بدتر از من که نمیشه با خمینی باشه. من در دفاع از ملت، در دفاع از آب و خاک ملت هماهنگم باشه. هیچ کسی نمیتونه یه جنگ میهنی را یه جنگ امپریالیستی جلوه بده. ایران مورد هجوم عراق قرار گرفت. عراق از اینکه خمینی باش اون تا رفتار کرد قبول، از اینکه قرارداد را لغو کرد قبول، از اون که
اینقدر تحریکات داخلی میکرد و اینا، همه اینا خطاهای خمینیش که اینم یه بلایی به بلایی که این بلا ادامه میده الان. ولی از نظر فرم حقوقی در یک دادگاه بین المللی مهاجم عراق. خب ببینید دکتر بختیار، درباره کمک گرفتن از خارجی ها به طور کلی، یعنی به عنوان یک پرنسیپ، چند سال بعد باز توضیح میده خیلی روشن‌تر. دولت انگلیس به دوگل پول داد یا نداد؟ چه دولتی به هوشیمین پول داد؟ چه دولتی به الجزیره پول داد و غیره؟ من نمیدونم، وقتی که صحبت ما ایرانیا میشه خودمون را به یک جنبه واقعا خصوصی ابتذال گاهی میخوایم به زور خودمون رو ببریم. من روز اول گفتم هر کس به منافع ایران حمله بکنه برای در مقابل خودش میده. خمینی اول حمله کرد، چون مسئله این نیست که اسمش صدام حسین باشه یا خمینی باشه یا یکی دیگه باشه. وقتی که به ایران حمله بشه یعنی برباد بدن ایران را. موضوع حمله نیست، از درون مملکت منفجر شده، من جلوش میستم. اگر الان از قطب شمال تا جنوب کسی به من کمک بکنه برای براندازی خمینی، این چیز را میپذیرم. ولی اگر که شرط این باشه که یک سانتیمتر از خاک ایران، از استقلال ایران، از شرف ایران درگیرو باشه، نمیپذیرم. آقای دکتر رزمارا، مشخص روشن خوشبختانه شما صحبت میکنید و حقایق رو میگید، چون در این باره مخصوصا حرفای بیپایه خیلی زده شده از هر طرف. کی، چگونه و برای چه کاری دکتر بختیار از دولت عراق کمک گرفت؟ ببینید بختیار قبل از شروع جنگ ایران و عراق، یعنی قبل از حمله عراق به ایران، به عراق رفت و صدام حسین رو دید و کمک ها از اون تاریخ قبل از جنگ بوده. و بعدم آقای فلاحتی میبینید که به این صراحت بختیار میگه برای مبارزه با خمینی احتیاج به وسیله داشت و او از هر کسی این وسیله رو میگرفت. اون چیزی که گفت از غرب مطلقا وسیله گرفت. ولی ببینید آقای فلاحتی، اونجایی که خمینی 80 میلیون دلار از کارتر میگیره کسی حرفی نمیزنه. اونجایی که 120 میلیون دلار از قذافی میگیره کسی صحبتی نمیکنه. توجه کردی؟ اون وقت فقط و فقط برای بختیار پیرهن استون میشه که از عراق، بله بختیار که نفت نمیکنه. میبینید که چی گفت؟ بدون هیچ قید و شرطی از هر کسی، گفت از خمینی هم اگر میشد، برای مبارزه احتیاج به وسیله هست. و بعدم نه، توضیحش و توجیهش اصلا بحث نیست که انتقاد نیست یا تقدیر نیست، بحث گفتن همون حقایق است که اتفاق افتاده است. حقایق این است که بختیار 5 مرتبه به عراق رفت، همونطوری که خودش میگه، از عراق کمک گرفت، رادیو در عراق و در بغداد داشت، رادیو در قاهره داشت، از تمام این تهیه سلاح برای قیام شاهرخی مبالغ میلیون ها دلار اسلحه خریده شد که متاسفانه وقتی که جریان لو رفت این سلاح ها رفت و به دست مجاهدین افغان افتاد. اینها ببینیم، بذاریم مرحله به مرحله بریم جلو. الان درباره سلاح ها فرمودید که لو رفت و به دست مجاهدین افغان افتاد. حدود 15 میلیون دلار اسلحه بود که یک، آیا این اسلحه ها از عراق اومده بود؟ کجا، از کجا به کجا رفت به افغانستان؟ آقای فلاحتی، می‌دونید در بازار اسلحه اینقدر دلال اسلحه هست و اینا، در توی دنیا اسلحه هر بخوان بخرن، از اروپا بخرن، از سربی میخرن، از یوگسلاوی میخرن. الان دنیا شده یک انبار اسلحه که در بازار اسلحه که بله. بعد چرا رفت دست مجاهدین افغان؟ به دلیل اینکه توده ای ها توش دست داشتن؟ نه توده ای ها چون اینا قاعدتا مخالفه، خیلی ناچیزتر از اون بودن که اون دستی که قیام نوژه رو داغون کرد CIA امریکا و عوامل اسرائیلی ها بودن.
دیده صریح به حضورتون میگم این توده یا و اون مجاهد و فدایی اینا خیلی کوچکتر از اون بود. اسنادی که هست با روایت های مختلف و حتی در اسناد خارجی هایی که آمدن، نه فقط محققین ایرانی، این است که کاگبه میفهمه طرح کودتای نوژه رو بله به حزب توده، به کیانوری و دیگران میگه که اینو برن اطلاع بدن. البته روایت های دیگری هم هست، از جمله اینکه فلان افسر میاد میگه نمیدونم مادرم قسم منو داده که برو با آقای خامنه ای با آقای خمینی بگو که این طرح هست و این داستانو. به هر حال اونم ظاهرا واقعیته، ولی اصل طرح که لو میرود رو کیانوری و عمویی خودشون، عمویی که به گفته خودش در تاریخ شفاهی و کیانوری هم همینطور، اینها میرن و لو میدن طرح کاملا، یعنی کاگبه به اینا میگه اینا لو برن. پس بنابراین اینکه CIA یا نمیدونم موساد اینها هستن نمیدونم چقدر مستند باشه، بنده اینو خوندم و حتما بینندگانم خوندن این احتمال رو، ولی اسنادی که هست این است که کاگبه اینو در همکاری با حزب توده لو میده به جمهوری اسلامی. من برای همینه که سوال کردم. حالا بذارید من سوال مشخصم این است که شما فرمودین درباره اسلحه‌هایی که در بازار همه جا هست و میشود به دست مجاهدین افغان داده باشن اصلا اینا رو، بسیار خوب. همچنان سوال پابرجا هست که چرا اینها دست مجاهدین افغان افتاد که با اشغالگران روس به قول افغان‌ها میجنگیدند در شمال افغانستان، چرا باید دست اونا بیفته؟ یک و دو اینکه آیا میشود نتیجه گرفت آقای دکتر رزمارا که چون این 15 میلیون سلاح رو دولت عراق در اختیار بختیار یا در اختیار کودتاگران نوژه، در اختیار عمرای ارتش که مخصوصا کودتا بکنن میخواست قرار بده، این در واقع نه طرح مشترک بختیار و صدام حسین بلکه حمایت مستقیم دولت عراق بود از طرح کودتای نوژه؟ البته همه جور نتیجه گیری میشه کرد، ولی اصل مطلب قیام نوژه یک قیام میهنی بود توسط لااقل یک 5 تا 7 یا 8 نفر از سران تیمساران نیروی هوایی که رابطه داشتن با بختیار. از این که به طور مسلم این امکاناتی که در اختیار بختیار بود و او از این امکانات استفاده کرد برای راه انداختن قیام شاهرخی هیچ شکی نیست، ولی اینی که صدام اینو داده باشه که بیفته دست اونا بدن به دست اونا، همونطور که من هفته پیش گفتم، متاسفانه آقای فلاحتی در این مطلب قیام شاهرخی به هیچ عنوانی سازماندهی صحیحی نبود، پنهانکاری نبود، و بعدم همونطور که خدمتتون عرض کردم حالا کاجبه به صورت مسلم، ولیکن آقای فلاحتی وقتی که یک امریکایی یه جنرال 4 ستاره رو میفرسته در ایران که ارتش ایران رو به اصطلاح متوقف میکنه که از خودش حرکتی نشون نده، اینها میتونن نظر خوبی داشته باشن؟ نه بحث بر سر نظر خوب بد نیست. آیا میشود این نظر رو مستند کرد آقای دکتر که شما فرمودین که لو رفتن کودتای نوژه وسیله آمریکا و اسرائیل بود؟ من سندی اگر بخواید بزن ندارم، ولی اون چه که به وقوع پیوست کاملا مشهوده. یعنی چرا؟ بر چه پایه ای چون این میگید آقای دکتر؟ بر این پایه میگم که به خاطر این که به هیچ عنوانی وقتی که امریکا بعد از اون نشستی که در گوادلوپ داشتن و اینها کارت خمینی رو بازی کردن، به هیچ عنوانی روی بختیار دیگه اصلا هیچ حسابی نمی کردن. یعنی بختیار کنار گذاشته شده بود، روی خمینی بازی کردن و بایستی که او موفق می شد. این بود که هویزر آمد به ایران و با فردوست و قره‌باغی به خصوص. ببینید آقای فلاحتی، ببینید این رو نمیدونم میبینید، این یک کتابی است که در اومده که با حسر 30 ساعت صحبت شورای فرماندهان ارتشه.
خوندن این کتاب واقعا تأسف باره که اولا در یک چنین جلسه‌ای چه آشفتگی بین تیمساران و فرماندهان درجه یک ارتش وجود داشت و تمام اینها نشانگر این است که در این ماجرا برنامه ریزی که روی نابسامانی ارتش شده بود این بود که ارتش به هر حال حذف بشه و این انقلاب پیروز بشه. آقای دکتر 30 ثانیه وقت داریم، من این سوال ازتون میکنم. ببینید با توجه به همه توضیحاتی که دادین، چه درباره ارتش، چه بر موقعیت انقلابی که گفتین فرودگاه رو که بستین ملت ریختن داشتن خیابونا رو میکندن، و چه در مورد حمایت خارجی از خمینی، چرا آیا هنوزم میگید که اشتباه نکردید اگر دکتر شاپور بختیار نخست وزیر رو پذیرفت و اگر شما عضو هیئت دولتش بودین؟ به هیچ عنوان. من اینجا صریحا بگم، من در آخر عمرم هستم، من اگر آقای فلاحتی به شرفم رسد اگر الان در دی و بهمن 1357 بودم همین کار رو میکردم، برای اینکه دفعه پیشم خدمت خب، حتی اگر به شکست این برنامه واقف بودید. و تنها راه، ببینید اتفاقا خیلی خوشحال شدم، من فراموش کرده بودم. ببینید بختیار تقریبا اون چیزی گفت که من هفته پیش گفتم. ببینید در مقابل هر ایرانی که یک جو یک اتم احساس مسئولیت میکرد، احساس وظیفه میکرد نسبت به ایران، سه راه وجود داشت. یا بی تفاوت. فرصتمون تموم. بسیار. یا راه بختیار. بسیار. من راه بختیار انتخاب کردم. درود بر شما. و اگر امروزم بودیم باز هم همین کارو می‌کردم. ممنون از حضورتون آقای دکتر رزمارای گرامی، وزیر بهداشت دولت بختیار. شبتون بخیر در فرانسه. شب شما. بریم پرده آخر. پیغمبر حالت وحی بهش دست داد، سر روی زانوی امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشت، داره وحی نازل می شود بر پیغمبر، امیرالمؤمنین از اون حالت نمی تواند خارج شود و سر پیغمبر رو روی زمین بگذارد تا حالت وحی تمام شود. بعد از آن صدا زد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یا علی نماز عصر را خوانده ای؟ عرض کرد نتوانستم بخوانم. سر شما روی زانوی من بود، من در حالت خاص بودم به تعبیر حقیر. پیغمبر خدا اشاره کرد خورشید برای امیرالمؤمنین بعد از غروب کردنش برگشت، امیرالمؤمنین وضو گرفت و نماز خواند. شب و روزگار خوش.